میدانم رفتی تست کرونا دادی منفی شده ها، ولی یه دکتر ریم برو، این با این سرفه ها جگرت داره میاد تو دهنت. خب بابا چرا بیهوش شده؟ برشون آرام بخش دادن. یعنی بهش آرام بخش دادن، آرام خوابیده. اگه میخوان از سر انگوش ازش بگیری الان وقتش. خب آها، من که همون اولش گفتم قربونت برم، بذار من برم، کاری نداره، میری اونجا انگوش برم داری یه مهر میزنی برمی داری میای دیگه، کاری نداره که. همین که شما تو یه لوکیشن با اون خانم رحیمی داری تبسنجی میکنی، اینم الهامات الهیه. آقای از منم چی کار کنم؟ تو بذاری من برم داخل، بلم کن دیگه. اینو بپرس. خب چی کار کنم؟ بعد ایزوگام بشی. خب ببینیم چی کار کنم، کجا برم؟ اینو در بیارم یا اینجا ایزوله شو؟ بریم آقا، هر کاری میخوای. درستم برخورد کن با یه پزشک. من کرده این بچه ها خودشون خودجوش از خودشون فیلم گرفتن، بعد مامان یکیشون اومده از روی ویدیوها این کلیپ رو ساخته. عزیز دلم، دلم ضعف رفت، کیف کردم نورای ویدیو از مام بگید، من آقاشون بگیرستم. چرا که نه، حتما. اما امروز خیلی به خودت فشار بودی، خود استراحت بکن. بخواب بخواب یا استراحت کن وقت زیاده، چیزی لازم نگه. میام پیشم. بابا خب عجله داریم، من نمیخوام. آقا باشه، آقا ببین یه دقیقی چی نگو، بذاری فاطمه بخونه. بود روش آقا حیفونه ایفون، هرکی میدونست میخوام باشه ازدواج کنم بگیرم، میگم چقدر شما به هم میای. باشه آقا ولش کن دیگه، بزن بریم دیگه. منو کرونا گرفته بود، هر دفعه اون دنیا شاید هم دیگه. آمین آمین. اصلا من اجتماع کردم تو رو با بابا آشنا کردم، خیلی اجتماع کردم. آقا جان تو فکر کن اگه درست انجام بشه هممون خوشبخت شدیم، تو به این فکر کن. هممون خوشبخت شدیم؟ نه، شما خوشبخت شدیم، من هیچ کارم اینجا این وسط هیچ کارم، فقط خواهشم بابا رو اذیت نکنیم. آقا بخوام چی کارش کنیم؟ نمیخوام جای قلبش رو باز کنیم که آقا یه دونه چهار تا استام بزنم جلو دستش دیگه، دیگه ول کن. چهار تا استام میخوام بگیرم روی این کاغذ بزنم. باشه باشه، این وسایلی هم که لازم داشتی همه رو گذاشتم کنار تخت بابا. خب فقط یه بار دیگه هم تاکید میکنم هر اتفاقی تو اسم میاد من نمیارین. من خودم استرس دارم، من خودم نمیدارم، میلرزم. من میخوام منبر بری دیگه، دو تا انگشت میزنی پایین دیگه. خب دیگه ای بابا. آقا ایشون اینجا چیکار میکنه؟ خانم بریش از پشت داد میزنی، ترسیدم به جان خودم. اینجا آی سی یو آروم. درست میگین، بله درست، آفرین. بله چی آفرین؟ ایشون اینجا چیکار میکنه؟ من اینجا چیکار میکنم؟ ایشون و برادر بهروز در کنار کار اصلیشون گفتن که داوطلبانه میخوان تو قسمت تیکشی هم کمک کنن. آفرین. ایشون به کار خودش هم نمیرسه، چه جوری میخواد بیاد؟ میرسه میرسه، بین میت میاد یه دو تا سالن تی میزنه برمیگرده. آفرین. منم دست انام دارم، خضیت میشه، خسته شدم دیگه. ببین آقا روالش به این صورت نیست، شما باید به آقا تاها بگید، آقا تاها به من بگه. گفتم اگر من صلاح دونستم یه نیروی کمکی برای شما میارم، ایشون هم که کار خودشو داره. حالا صلاح چی میدونی؟ حالا این چی؟ حالا شما تشریف ببرید. حالا خانم اگه اجازه بدید من یه آی سی یه سی سی یه دبلیو سی بهش نشون بدم و بره. هر کاری میکنید فقط زود. چش چش، زود اینا رو نشونش میدم، هم دبلیو سی هم آی سی. پیش بده آقا، بیا یه مدد میبشونید، دست درد نکنه، اینا رو به این رخشو خونه برسونید. چش چش چش. الان شما چقدر شدی؟ بچه‌ی مسجد؟ نه شما آقا ریهتون اومد تو حلقتون، برم آب بیارم؟ نه نگرداش، از اون برشدم منفی منفی بوده؟ خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما چی شکر کنید؟ یکی دیگه بود الان جان؟
یکی بود شبیه این بچه مسجد، شبیه آقا بهروز، فکر ما همون شکلی بود. حالا ماسکش یه ذره بالا بود. شما مطمئنین که جواب منفی بوده؟ مطمئنم جواب منفی بوده. ولش کن آقا، من ملافای این رو جمع کردم دست درد شما برم سراغ آقای قربانی. آره شما برید استراحت کنی، حالا با این حالتون من برداشت انجام میدم. نه نه اشکال نداره، اینا ملافای کسی، خدا سلامتی بده به تو. ای بابا ای بابا ای بابا، سلامتی همه سلامتی ها باشمیم. مخلصم آقا مراد، چکریم. میکرم میکرم تو روح. چی شد؟ یعنی چی شد چی شد نکن دیگه، دود باش دیگه، چیزی دیگه نمیده. بایستا تو روح چی شد؟ آدم باشه آه آخرش من در شانتان میدونم. دست در نکن، برگشت دیگه با توی برو همه چیز جمع خدا باشه. الهی بمیرم بابرس قربونت برم، ببخشید من نمیخواستم، من بهش نگفتم پای منو وسط نکش دیگه، تو عالم رفاقت یه چیزی از من خواستم، من نتونستم بهشون نبشم. بگه نه من این چی کارم؟ گفتم گیرم افتادی خودتون میدونی، اسم منو نبرد. همین هر اندازه یه انگوش یه چیز کردم، گفتم باش بیشتر از اونم کشششو ندارم. شما به من بدی نکردی که من بخوام اینجا چیکار بکنی؟ بله قربونتون برم، شما به هوش اومدین؟ آخه اینا آرام بخش زده بودن، خیلی زود این آرامش رفت. اصلا آرامشش چیکار میکنی؟ هیچی، دوست دارین؟ خوششتون میاد؟ دارم انگشتتون رو با الکل ماساژ میدم که خواب نره. میگه به به عزیزم، انگشتم خواب میره. بله بله، انگشت سهل همه جای بدن خواب میره، من باید با الکل ماساژ بدم که قشن سر حال بیاین و زخم بسترم نگیری. اینو خود پزشکا ثابت کردن دیگه. عزیزم بیا ببین فریبارش، ببین فرامرز، ببین فرامرز. بله بله، رو پیشنهادت خیلی فکر کردم. درست، میخوام اون پیشنهادت عملی بشه. آفرین آفرین، کار خوبی کردین، خیلی خوب، خوشحال شدم اینو گفتی. کدوم پیشنهاد؟ آقا چی کدوم پیشنهاد؟ خودت میگی، خودت یادت میره. بله درست، همونی که ما نشون بدیم به اونا که من مردم. آه دور از دور از دور از میخوام وقتی که بله اینا دارن بالای سر جنازه ای من بشکن و بالا میندازن، مثل مثل بلبل، قناری، مرغش، اجازه بده بله، مثل بختک بیفتم. نوک زبونم بود. آخ حیف، خیلی خوب، مثل بختک بیفتم روشون و حالشون رو بگیرم. آقا حالا شما جدی گرفتیم، من اون موقع عصبانی شدم یه چیزی گفتم. به نظرم شما با حاج آقا تا او حاج آقا یه روی صحبت کنین که از طرف شما برم بچه ها یه امر به معروف ریز یه نهیت منکر دروش انجام بدن. حاج آقا یه روی آره آها یادم آره آره، اینجور بهتره. من میخوام تن و بدنشون رو بلرزونم، میخوام نتیجه حاصل زندگیمو ببینم که چی پرورش دادم. آخه بابا اصلا به این راحتی ها نیستم، ما اول باید یه دور از جون گواهی فوت جور کنیم، بعد بریم سراغ کارهای بقیهش. اصلا یه جوریه. نگران هزینهش نباش، تا میتونی ریخت و پاش کن. میخوام پوز این سه تا فرزند آقا والدین رو به خاک بمالی. بابا اصلا بس پولش نیست که، شما اینقدر به گردن من حق دارین که من هر کاری برای شما بکنم بازم کم انجام دادم. اصلا این چیزها رو نگی، پول من جیب خودم شما رو کفن و دفن میکنم، شما اصلا ناراحت نباشید. بگو دورت جون، دورت جون، دورت جون، با جیب خودم، با هزینه خودم. دست درد نکنه، خیلی ممنون. ها ولی گرون میشه، خیلی گرون میشه. خب از 200 بیشتر میشه. 200 نه آقا، من با 200 ده تا مثل شما رو کفن و دفن میکنم دور از شما، خیلیه. خب برو انجام بده، فقط یادت باشه اونجا تصویرشون رو برای من بفرست.
کجا؟ سر قبر. سر قبرم که داری میری اینا رو انجام میدی؟ بله بله. برای من تصویری بفرست. چشم. آره. چشم رو چشم. تا من ببینم این جونورا چی کار میکنه. باشه چشم. خیالتون راحت بشه. فقط بابا یه موردی. یه وقت حاجی آقا تا حاجی آقا هروی اومدن اینجا چیزی بهشون نگی، این قضیه بین خودمون بمونه خب؟ من خودم بقیه قضیه راست ریسش میکنم. حل حل. کار نداری، مراقب خودتون باشی. دست درد نکنه. ببین. جونم. یکم نمیدونم چه جوری یه لیمو ترش عوض کردم، برام بگی بیار. آه تازه چیز کرده بود این آخر. باشه باشه، میگیرم میارم، میگیرم میارم. چشم رو چشم. آقا ما رفتیم به ما نمیگین جان من، اگه ما رفتیم بگی. تو خیلی داری زندگی های عادی میکنیم، بر بود تو میریم میای نمشون حالی. اگه کرونا رفته به ما بگی. برا آقا بینم خجالت میکشی با هیکلی گریه داری میکنه. جان مادرتون نبریدش، برگر بده. وای بیچا، برگر رو کجا بردید؟ خودشه به من. یه الان بهش آرام بخش ده، من آرام خوابیده. دیگه میخوام از سر بکنم که دیگه الان وقتشه. حاج آقا هروی یه خورده ای حالش ناجور بود، گفتم چه؟ گفت بابا این تیمسارم یه خورده ای اوضاع حالش بریختم، اومدم سر حالت بیارم قربونت برم. شنیدم که حال ندار بود آرام بخش بزدن. الان خوب شدی؟ حاجی نمیدونی تو چه عالمی رفتم. بسکه یه عده ریخته بودن مال اموال منو غارت کنن، همین دست منو هی میزدن روی این اسناد. چیو بودن؟ یکی هم هی در گوش من میگفت اگر گنج قارون به دست آوری نماند مگر آنچه بخشی بری. مال همینه. ببین حس اثر انگوش گذاشتی، آدم انگوشش وقتی این توه خود خود خیال میکنه تو محضرت داره انگوش. حاجی حالت نه بذار من یه لطیفه بهت بگم. حال اصلا شنیدی به این فرهنگستان پیشنهاد دادن به جای واژه قرنطینه میگن خب به تمرگی، یعنی به تمرگی در خونه هاتون بیرون نریم. تمرگی ده خوب بود. ببین من گفتم آقا تا این یا شوینده بهداشتی این بری این روز انداخته آج آقا رو، یا اینکه ریه رفته. بابا بیا از یه اکسیژن من استفاده. نه آج شکل تیمسار کرونایی قدیم آقا فاصله نگیر. بابا خودم عقلم میرسه اینو الان بذارم زیر دماغم اند کرونا هست. نه نه خیالتون رو تست داده منفی شده. تست هم منفی، نگران نباشه. الحمدلله الحمدلله. الان میزون میزونی؟ آره حاجی. بابا این حاجی نه نه میشینه میجا. ببین یه ذره نفس انگیر دارم. خانم پرستار چیزی نیست، نگران نباش. حاج آقا چی شده؟ چرا انقدر سرفه میکنی؟ نه من خیالتون راحت بشه. حاج آقا تا هم میدونه تست دادم منفی منفی منفی. بابا پاش خدا پاش خدا. بابا این حالش بده با آدم این بلا رو سر آدم بگیر. چه بشه حالش خوب باشه؟ 10,000 بار هی میگه تست دادم منفی شده، تست دادم منفی شده. بابا کل مملکت میدونن تو تست دادی منفی شده، ولی باید یه فکری به حال این ریایی در بدن خودت بکنی دیگه. درست میگی.
میگن حاج آقا این تنگی نفس و این سرفه ها اصلا طبیعی نیست، میشه لطفا کمک کنی حاج آقا رو بیاریم دیگه؟ من برم اونجا بخوابم؟ کمک چیه؟ من که بیرم کمک نیستم آقا، نمیخواد من خودم، من نگران نباشید. نه خودم میرم. هل ندین بابا، خودم میدارم میرم. آنفتم الان میرم اینجا میخوابم دیگه. خانم وقتی میگه خانم حرفش متاهه. ببین من رو حرف کادر درمان حرف نمیزنم، ولی خانم آتشی یه ست بیاری. نگران نباشین اینقدر، میخوام میارنش بالاتر. نه خوبه، همینجوری خوبه. خوبه راحت باجی. میخوای عمومت رو بگیره؟ میخوای بسار بزرم که دستت درد نکنه. یه اکسیژن رو بحث کنه. سلام باجی. میخوای عمومت رو بگیره؟ باجی خودت مواظب خودت باش عیزم. خب بابا من هی به تو میگم، هی میگی رفتم تست دادم، یه ذره امروز نمیدم چرا بازم من احساس کردم. خب متکا رو بذار زیر سرش لطفا، من دستم نمیرسم. نه متکا خوبه الان. نه الان سرم میزنه انشالله بهتر میشه. شدی آج آقا؟ بردارم آقا قربان شما بیدامت برو به کارت بریم. شاشم بی بود صدام کنیم. خب منم برم اون وقت که دست پال شما از اون وقت پا بمونم. دست دارم حاجی خوبی؟ بهتره بردارم، نگران نیستم. نمیدم حالا یه خورده بی سینه دستکششونو در میاریم. آن دستکش خدا میتونم در میاریم. نه خوشی اصلا بابا اینجا سوارت نکنم. الان نمیتونم حرف بزنم، بعدن زنگ بزن. مهشید هنوز زندگیمو شروع نشده داره از هم میپاشه ها. دو دقیقه بلند شو بیا اینجا، کارت دارم. بابا میگم من نمیتونم بیام. اصلا متوجه نمیشی تو؟ بعضی از این بچه‌ها اصلا دو سه ماه خونه نرفتن. حالا من یه کاره بگم به من مرخصی بدین، من میخوام برم مراسم عقد و عروسیمو برگزار کنم. تو خودت بودی اصلا رود میشد؟ آقا من اصلا از این عروسی منصرف شدم. خانم زهران مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست. کنسلش نکنید اصلا. چیو؟ یعنی ما اینجا شرایطی جور میکنیم که همینجا به صورت زنده یه مراسم اخکنان میگیریم براتون مثل ما. غیر حضوری دیگه، غیر حضوری. بله. شما اصلا از عقد من چی میدونی؟ خب اینجا محیط کوچیکه، خبرها خب زود میپیچه دیگه. در ضمن برای اطلاع شما این نورا مرادی همشیره بنده است. دهنت هم از بنده. نه خب خواهر دیگه. من اصلا فکر نمی کنم خانواده همون راضی بشن، و اصلا تو کل خاندان ما همچین چیزی اصلا سابقه نداشته. دخترم ما تا هزار نفر عقد کردیم، همه شما سر و سامون پیدا کردن، ضرری نداره. شما با خانوادت مطرح کن، چیز به دست نمیدی که. بله توکل بر خدا. چشم آج آقا، حالا میگم بهشون ببینید. آره مطرح کن دیگه. آج آقا شما فکر سلامتیت باش، فکر عروسی ایشون نباش، شما نباید صحبت کنید. دخترم چند بار بگم تست دادم منفی بوده. ای بابا آجی اینقدر تو گفتی تست دادم منفی شده. آقا تست دادم منفی شده، خانم تست دادم منفی شده، تیم سار تست دادم منفی شده. بابا من دیگه دارم کهیر میزنم. من دیگه نمیگم، همین دیگه فاصله رعایت نکرد اینجوریه دیگه. دیگه نمیگم باشه. گوشی دست من ها، مواظب باشین ها. باشه ای بابا. حالا شما صبر کنین دکتر بیاد یه اسکن دیگه بگیره ازتون، اگه مشکلی نداشتیم میریم. ما حرف کادر درمان زمین نمیندازیم، سمن و طاعت. شما هم به پیشنهادی که من دادم فکر کن، عجله نکن. باشه چشم، خیلی ممنون ازتون، واقعا تو این شرایط به فکر منم هست. خواهش میکنم، شرایط کروناییه دیگه. پس من میرم. شما با خوب بهتر یا جی؟ نه نمیشه، زنده باشه. به کارت برست، تو خدا به کارت برست. آتا حاجی، نگران من نباش، بادم جون بهمم. شما به کارت برست، بفرمه. اه چطی؟ بفرمه. شما تو گفتی من بچه شما نکن. خدا اه چورتی هم بزنیم. یا خدا همینو چک داشتیم. الو نایت خانم. الو شهرام. نایت خانم صدا نمه، یه لحظه گوش. الو نایت خانم سلام، خوبید؟ چه خبر؟ الو شهرام بهروز کجاست؟ چیز دیگه، بهروز رو که بردم رسوندم چیز دیگه، سر کارش الان. سر کارشه؟ مطمئنی رفته سر کار؟
آره بابا مطمئنم، خودم بردم رسوندم دم بیمارستان. آره ماشینش تو کوچه هست که ماشینش دم ببین چیز دیگه، من بردم رسوندم دم در ماشینش، بعد خودم اومدم اون با ماشین رفت سر کار. آره نایید بگو شهرام جان مامان، بگو بهروز کجاست، بذار رو بلندگو، بذار رو بلندگو، شهرام جون مامان بهروز کجاست؟ مامان سوری سلام. مامان نایت خانم بهش بگو که به جان خودم رفت سر کار. اگه رفته سر کار پس اینا چی میگن؟ کیا چی میگن؟ همین برادرای سنایی زنگ زدن امروز به خونه میگن یا بیا سند خونه رو به نام ما بکن یا هر 250 گرم از گوششو یه سیخ کباب براتون میفرستیم. ولی من گفتم چه دوست ندارم کوبیدش کن. ای آقا الان وقت شوخی کردن آخه. من جدی گفتم. نخه جدی هم نگو. آره خب متاسفانه دو ساعت پیش گرفتم بهروزو بردمش. پس یعنی گرفتن بهروزو؟ آره پس تو اونجا چه غلطی بیکردی شهرام؟ باور کن من تمام تلاش خودم رو کردم، من جنگیدم مردونه، رفتم تن به تن شدم باشون، ولی خب دوتا بودن زورم نرسید. ولی نگران نباشید ها، اصلا نگران نباشید، من همه تلاشم میکنم، میرم برش میگردونم. این مزخرفا رو ول کن، زنگ بزن به پلیس. نه به پلیس زنگ نزنید ها، خواهش گفتم به پلیس چیزی نگی، پلیس کشیده میشه وسط، اوضاع بدجوری میریزه به هم، بذارید من خودم درستش میکنم، خواهش میکنم. من نمیدونم شهرام امشب یا با بهروز برمیگردی خونه یا رات نمیدم تو خونه. خدا چه خاکی به سرم شد. الان نایت خانم بذار من توضیح بدم چی شده. شما کی؟ سلام علیکم آدمش، حال شما چطور، خوبین؟ چه خبر ها؟ بله آقا همه کارا حله، قرارم سر جاشه، بله نگران نباشید. حالا تا فردا که نه، ولی این چند روزه من بله تعبیه میدم، زنگ میزنم خدمتتون. حتما چشم. جمعه جان این بار بیستم من اینا رو هی دارم درست میکنم. بله. بچگی تو قندهها تفنگ بازی نکردی؟ بسیار زیاد. خب بسیار زیاد، دست به اینا نزن، اینا رو انگولک نکن، اینا تخصص میخواد، میفهمی؟ آقا اصلا ما باز اینا دست نمیزن، خود به خود رومیز است آقا برجم، خودش خراب میشه. همینجوری؟ همینجوری سرتی پرتی خراب میشه، جنسش فکر کنم جنس خود نامرغوب است. الان درست شد دیگه، بیا ورده برو. اگر میشه با یکی خود نامرغوب. آقا هرچی مال خودش دیگه، بیا آقا من ایرم میبرم. تلافه کردی ما رو آجاقا، تو هم ما رو گیر آورده ها. یه خط بیاد بنویسیم آقا من مریضم. آقا من نگاه کن یارو نکن دیگه الکی. سلام میگیری؟ سلام علیکم. سلام اینجا چی کار میکنی شما؟ داداش مامان گوهر قضای همکارار درست کرده بود، داد آوردی. چه مرتب حرف میزنه، این خواهر منه؟ چجوری حرف میزنه دیگه؟ درست صحبت میکنه. درسته. همیشه اینجوری بوده. باشه بابا. نکن عصبی نکن، یا لحنش عوض میشه دیگه. دارم روانی میشم آرمان، روانی. چی شده آقا؟ قم دارنی؟ نه بابا. چی شده به من بگو؟ این کاره آج آقا تاها دیگه. این آقا جمعه رو از باغچه و اینا ورزشی ورده اینجا کنترات مطب خانم دکتر رحیمی رو بهش داده. کی؟ دکتر رحیمی دیگه. رحیمی که؟ سهره میگه خنده داره؟ نه دیگه آقا دیارو دیگه یاره کرده. بعد هی منو روانی کرده، فکر میکنه این تفنگ آبا جایی میگه بیا بازی کنیم، این یکی دست تو باشه رو یکی دست محلش میکنم، یعنی یه بار دیگه بخواد بیاد اینجا این مسخره بازی رو یه راست میرم تو پایگاه محلش میکنم. شما نگران نباش، دوا نگیر، من درستش میکنم. حالا اینجا چی کار میکنی شما؟ یعنی چی کار میکنی؟ داش اگه سهر نایمد من خودم میام اینجا کمکت میکنم، میدونی که بلدی. یادته من نمایشنامه نویسی میخوندم نذاشتی بخونم، بعد گیر دادی که برو مامایی بخون، برو ماسکو مامایی بده بالا، ماسکو بده بالا، به زحمت بزنم باش. بعد رفتم مامایی خونم، گفتی فقط بالای سر زنایی میری که دختر بزن، یادت میاد؟ باشه باشه. خب کپی به من گیر دادی، این بچه خوبیه بهش گیر نده. باشه من که گیر ندادم. حالا اینجا چیکار میکنی این وسط؟ غذا رو برده یخ میکنه دیگه، غذا سرد میشه، نهار مامان گوهر سرد میشه. الان فکر نمیکنی برای نهار یه خود زود باشه؟ بله زوده، این هم ما خودمون میدونیم، ولی من با بیتا خانوم گفتیم غذا رو زودتر بیاریم تعویض شما بدیم، بعدش هم قراره با هم بریم بازار یه سه چهار تا سفره عقد ببینیم، یه سری خرید برید داریم، خطفت بگیریم برای مراسم زودتر را بندازیم دیگه. به سلامتی. بله دیگه مراسم را بندازیم. مراسم کی هست؟
مراسم دیگه والا جوری که با بیتا خانم صحبت کردیم و گوهر خانم هم گفتیم و خانواده هم صحبت کردیم، اگه شما هم دیگه موفق باشی دیگه عید قربان. نکن دست. مطمئنی؟ بله آقا عید قربان. با کارت ملی همراهت بشه. کارت ملی برای چی اومد؟ آره دیگه یه دفعه جلو تو گرفتن تو بخواد ثابت کنی که من نیبون نیستم، مسلمان نیستم، یه دفعه آقا نگاه به بیتا خانم نگاه کن چی میگه. من برادر زن کردم دامادمون دیگه، باید عادت کنه دیگه. خب من قراره برادر زن تو بشم، من داماد تو حرفو چی میزنی؟ من یه آن یه دفعه مریض میرسه تو اتاق عمل پیجم میکنن دیگه نمیتونم دیگه بفهمم سر کار. من یه سوال تخصصی دارم. آ گوسفندی باشه من جواب نمیدم. آقا گوسفندی نی. تو این هیری ویری تو این کرونا واقعا درست مراسم گرفتن؟ مراسمی که نمیگیریم، فقط دو تا خانواده ها. ماسکو بده بالا. بذار حرفمو بزنم که ببینی چی میگم. خب چش چش. با دو سه تا از شوفرای لب خط تازه باشون. خانم منو. بله بله. تمام. بعد من صحبت کردم با یک رفیقم، یه باقی داره، باقا سقف نداره، هوای بازه، پروتکل هم رعایت میکنیم، کسی هم کرونا نمیگیره. شما هم که دم و دستگاه تو آقای دکتر بیاری. دکتر اونجا داریم دیگه، زیاد داری. خب بیدا خانم اگه بشه زودتر ما بریم کارمون انجام بدیم. بریم که زودتر بیاریم. فقط بالا میام. بله من بس میرم مشغول شم. چی شدی؟ بگو بیا. پول مول کم داری؟ جان. جان. وسهر خوبی؟ آره بابا چرا بد باشم، فقط تو هم یه لطفی کن دوروبر پایگاه هستی هواشو داشته باش. تو چرا صدات اینجوری شد؟ ببین من از وقتی رفتم خطی های فلا آزادی داد زدم که دیگه صدا نمیده، ولی از زمانی که اینترنتی کار کردم دیگه عادی شدم. البته یه چیز دیگه هم هست، ماسکو بده، ماسکو بدم بالا. خب ظرفم بزنم. من همیشه دوست داشتم که داداش کوچیکه تو باشم که هر کاری که دلم خواست بکنی، نه خواهر کوچیکه، ولی نشد دیگه. داداشت شدم دیگه، داداشت شدم. مخلصه بیتا جان بیه دیگه سر واسه دیگه خدا 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 های بابا بسیم آقا سلام آقاش خیلی حالش بده داری میبینی دیگه بعد حالشون خوب اونو میفرسی این میاد، اینو میفرسی اونو که میاد. شما بشه استراحت کنی حاج آقا. میگم از همین الان به نظرم اون ریسیبه رو شروع کنی بسش. خیلی ممنون آقای دکتر، منتظر بودم اصلا شما بیایی نسخه ایشون رو بپیچی. خواهش میکنم. بالاخره خیاط افتاد تو کوزه ما. شما چطور دسته؟ من دیگه کم مواد میزنم و خیلی کم. در حد عالی هستن، دست من که خیلی خوبه. کاش لطف شما. اینه اون خراب شده، این تیای جدید رو شما چیز نمی کنید. آقا فرامز، آقا فرامز یه دقیقه برو اون بهتر آلوده. اوه دوباره اوه برو اون بهتر درستش کن، برو بیرون. نه درستش کن، یه دقیقه من اینجا آقا بیرون درستش کن. آقا فرامز آقا فرامز خوبه؟ برش نگردون دیگه این آلو دست، بخواهم برو بیدون برو بیدون حاجی واسه دعا میکنم، چه؟ کاری داشتی صدا میکنم آقا برو کنار بابا ای در میاد اینقدر مرگ و مازاری نکن بابا، اینا زحمت میکشن. چیکار میکنی؟ یه بارش کرد دیگه زنی بزن الان بچه ناراحت میشه. اینا اوانا بچه هم چی جا بزن الان دوباره میگیرمش. الان آیت خانوم چیکار کردی؟ بابا همش دو دقیقه زنگ زدی به من قطع کردی. تو این دو دقیقه من چه غلطی میتونم بکنم بابا؟ زنگ میزنم دیگه. ای خدا ای خدا داد زد. چی گم شده اصلا؟ هیچ بابا چی پاشو برو قرص تاتو بخور. بلنشو قرص رو بردم بیارم. بیارم قرص رو پاشو بینم. بیارم قرص بدم بهت بخوری بابا چون بچه بابا بهتون سپرنده. حالون درست بچه بابا چطوری؟ چیکار میکنی؟ ول کن اینا رو، برو این غذاها رو به دست بچه ها برسون. داشت چرا هر وقت من میری یه بار میذاره رو دوشم؟ به چی بگم این وسط؟ تو هم واقعا توهم داری، جدی فکر کردی پزشکی تخصص داری؟ خب خدمات کارت دیگه. خب حالا ول کن حرفا پیکشی تپکشم اونم نشکشی. باشه حالا حرفا رو ول کن، من
یه داداش مشکلی پیش اومده، اومدم باید هم فکری کنم. هم فکری کنی؟ آره. خب چی شده؟ ها؟ نهار چی هست امروز؟ تو اومدی هم فکری کنی یا نوع نهار رو تشخیص بدی؟ تکلیف ما روشن. نه اومدم مشورت کنم با داداش. خب بگو چی شده؟ من در خدمت. میگم که داداش تیمسار میخواد خودشو بکشه. خب بکش. چی؟ یعنی چی؟ آه نه اونجوری نه. یعنی چی؟ برات میگم الان. زنگ بزنه به تو. نه بذار اینو برات توضیح میدم قشنگ. برام یه خبر میخوام بهت بدم. تیمسار میخواد که همینجور علکی سوری بچه‌هاش بگه که من مردم. یعنی اون مرده سوری ها رو ببینی بچه‌هاش عکس العملشون چی چیکار میکنن اینا. آره. عجب کلک و زبیلیه. آره. فکر من بودم. فکر من بود. خب این احمقانه است دیگه، فهمیدم. تو بهش گفتی دیگه. ولی خوبه، باریکلا، خوشم اومد از فکرش. آره. اینجوری یه درس ادبی برای بچه‌هاش هم میشه. آره آره آره. بچه‌ها اینکه یه خبری هم دارم واسه. چی شده؟ آدی روی حالش بعد بسترش کرد. فوت کرد؟ نه بابا هنون نه. خوب. به من بگو، طاقت دارم. خب باشه، ولی خیلی اصلا یه جور بوی ارهوانش بلند شد. یعنی چی؟ ریش بعد جوری درگیر. 99% فکر کنم درگیره. مگه اینکه اون 1% کار خودشو بکنه زنده بمونه. چی میگی؟ چی؟ حالا من بهش اون گفتم که از الان ریسیورش شروع کنن دیگه. ریسیور چی؟ ریسیور چیه؟ اون که ممنوعه. نه دیگه تو کرونای الکل آزاد شده، ریسیور ممنوعه. اون از ما آزاد. یه ضد عفونی کننده. چی میگی؟ مگه نه دیدی کلی هم بندی داشتیم به خاطر این گرفته بودنش. رمدسیویر. ها؟ رمدسیویر. ها. رمدسیویر. خوب میگی ها. برو آقا تخصصی یارم بسیبیر تمرین کن برو بابا، حوصله ندارم. جمعه کلافه کرده من. آقا آقا کسی دوروبر نیست. آقا آقا دادا چایی من. آقا 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 اه سلام. آقای دکتر سلام. آقا چه سعادتی، خیلی مخلصیم. آقا میگفتی من میخوام این خلال های دکتر. آقا آقا بیروز چشم به جمالتون روشن شد. آقا نفرمایین، آقا چشم من به جمال شما روشن شده. آقا میگفتین آقاست که ما مقاومت نمی کردیم. خدا رو شکر آقا. خوبین شما؟ من خوبم، ولی نمیدونم تو این نکبتی رو میبینم چرا بهتر میشه. خب خدا رو سر از آورده بشه. آقا ببخشید آقا از من فاصله بگیرید، من مشکوک به کرونا هم کرونا دارم آقا. یعنی همه علائمشو دارم ها. یعنی تر بگوشو لرز بیمه موازه باش، این کچه از سر تا پشت ویروسه. آقا کرونا گرفتی؟ بله آقا، بله 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 آقا. آقا خواهشم فاصله بگیرید از من. آقا اون کیتو برده بیار. آقا کیتو بیار. کیتو بی سی آر پی سی آر. آقا میگه ادرکت بیمارستان اینا خوبه. این واسه حلقش. آقا دارید شما؟ نه واسه بینی. تولید خودمونه، گیاهیه. آقا نه عاملا طبیعی. آقا عزیز من آقا اینو تو خورتوم فیل بکنی که زانو زنه. اینه اینه شبا گرفتی. آقا نه باز کن. آقا شوخیش هم خوب نیست. آقا ببین مقاومت نکن. دو خوبی هم کرده ساکت. مگه نمیگی کرونا داری؟ آقا نه آقا نه عزیز بلوم نکن. تست بگیره. این چی هست؟ آها ببینید الان در ظاهر شاید هیچی نباشه، ولی خودتون این کاره دیگه دست صاحب اصلیش برسه اینا پول میشه. آقا نیا کنین اینا پوله، شما نگران نباشه. ببین ما میریم محضر، یه تعهد 3 روزه به من میدید. اگه بعد 3 روز پول منو دادید که دادید، اگه ندادید حکم تخلیه میگیرم کل وسایلتون رو میریزم تو خیابون. فهمیدی؟ آقا من فهمیدم، ولی میشه خواهشن 3 روز خیلی کمه. آقا بینی و بین الله 3 روز کم نیست. مردونه، وجدانن، شرافت. آقا 3 روز کم. آقا هم چش میذاری؟ آقا چونه نزن دیگه. بر بر بر. آقا نه حرف من نه حرف شما. یه هفته. آقا یه هفته خوبه. آقا ساکت. یه هفته. آقا باشه. آقا خندید. تو باش. تمام.
تو کرده دیگه عفو دیگه نه دیگه دست رو مخوتم باش بگم چیزی نگاه کنیم گفتم این بهروزه چرا با دومش داره پسته میشکنه ها؟ بهروزه میشکنه آجیل آجیله دیگه بادون فنده و پسته نه اون اصلا روشان خبر نه تو یه چیز دیگه اومده چرا؟ حالا اونو ولشون دو شکار کنیم انجام بدیم کارا رو دکتر شهر میشه نمیشه دکتر شهر نمیشه شهر واسه چی بشه؟ یه گواهی فوت میخواد که این خانم آمن فامیلیش یادم میاد این بندریه آه بندریه میدونم کجا گذاشته چهار تا امضا یه مهر میفرستیم واسه پسر تیمس اونا که ترس کرونا پا نمیشن بیا اینجا ببینم باباشون زنده است یا مرده تموم شد را اصلا بیان قلم پوشون خورد میکنم مگه هم من چغندنم اینجا راشو نمیدیم دکتر واسه بله بعدش میمونه فقط خاکسپاری و تشییع جنازه که اونم با نزدیکی بهروز انجام میدیم میریم اونجا جنازه که دور و برش خلوته پیدا میکنه میشه تیمسار دیگه جنازه تیمسار مراسم همونجا کنار همون جنازه برگزار میکنه اینا اومدن اونجا که دور وای میسن نگاه میکنن نایمدن یه ویدیو میگیریم براشون میفرستیم همین تموم حله دکتر فری آمپاسن آمپاس چی دو دلم بابا دو دل واسه چی به پولش بکن داداش من تو نمیخوای سر سامون بگی من نمیخوای ازدواج کنیم من با همکار ازدواج با همکار خرج دارم تا کی میخوان همینجوری هی دکتر بازی کنیم باید به هم برسیم دیگه نمیشه که میشه آره ها بچه هم میگن خدا پول سه تا چیز رو جور میکنه چیا؟ یکیش خونه است، یکیش مواد، یکی سفره یکیش هم ازدواج دکتر با دکتر ازدواج اونم با همکار یعنی میشه؟ جور میکنه، خدا جور میکنه، چیکار داری؟ ببین شرشو تو بشت بکنه، هیچ داستانی هم نداره، من به همه چیش بکردم بعد یر به یر همه آی رانه، این عشقشو ندیدین؟ خانم چقدر حلال زاده، همه حلال زاده که خیره دیگه بله بله ما مسخربازی در نیار دیگه مسخربازی چی؟ نه ما برادر به روز رو میگه؟ بله یه دوستتون بود دیگه دو ساعت پیش اینجا میپلکید فکر کنم مریض بود دیگه ماشینش رفت از کلینیک ماشینو برداره بیاره دیگه اومد از سایه میگم بیاد ادب یه مورد فوتی دارم باید سریعا ببره آرامستان اه مرد بله فوتی من گهر الفاتحه باشه میگیم بیان مرده ها که عجله ندارن خانم مرده ها عجله ندارن ولی زنده هاشون خیلی عجله دارن آه چه جمله چش ماسکتون رو بزنید بله بله فضای بله. بازه دیگه چش این جملتون رو استوری میکنم تگتون رو میکنم دکتر فری اینا رو ولش کن یه زنگ بزن به این نشکشه مرده بره مرده خور ببین کجاست این شر بپا میکنه خود باش زود باش مرد کجاست من در اینهاش اینا این مرد خور معلوم سر به زنگو کجا میره های زنگ گفت چی گفت؟ میگه مرده ها عجله ندار زنده ها عجله دار ازدواج جواب نمیده که زنگ بزن تو جواب بده یا من آمپاسم ها آمپاسم ها آمپاسم ها جواب نمیده خاموش هستن حالا من میگیرم بهش میگم بهش فکر کنم حله باشی رود حساب کردم دکتر ازدواج خدای نکرده واسه بابا اتفاق بیفته چه شما میبینم داداش های من آقا یه جاهل دارم سه سوته یه مورد دکتر میندازه پاش ببین این کار نکنی اینا من 250 گرم 250 گرم برستن در خونه ها تحقیق کردین بررسی کردین میدونی طرف کیه باباش کیه ننش کیه بعد نمیخوام بیشتر بررسی کنین بیشتر نگاه کنین اطرافتون آدم های دیگر هم ببینین مثلا چه میدونم شاید مثلا آدم بهتری جنس بهتری گیرتون بیاد آقا اونجا خیلی دوره تابلو میشه من دارم